مرجعیت شیعه طی سخنانی فرمودند اسلام پس از شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی به طور کامل منقلب و واژگونه شد به گزارش شیعه مرجع علی قدر آیت الله شیرازی مدظله که در اجتماع بزرگ عزاداران نبوی سخن میگفتند افزودند اولین کشته سیاسی پس از شهادت پیامبر صلی الله علیه و آله علی حضرت زهرا سلام الله علیها بودند که به دلیل بیان حقایق به شهادت رسیدند در حالی که رسول خدا برای خود خواندن حتی یک نفر را به قتل نرساندند اسلامی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و علی و از سیره ایشان جدا باشد اسلام نیست باید به جهان رسانده شود که حضرت زهرا سلام الله علیها برای چه کشته شد معظم الله در ادامه با اشاره به ایام محسنی افزودند این مناسبت را فرصتی خوب برای معرفی اسلام حقیقی بدانید و آگاه باشید که این ازاداری های محسنیه ادامه ازاداری های محرم و سفر است. اینکه بعضی از امام بسرها بگویند این مناسبت در زمان گذشته نبوده است این حرف شخصی که مکاسب خانده نیست و عوام حقیقی این مدعیان هستند. ایشان با اشاره به روایات و با استفاده از استدلال های علمی ادامه دادند ایام محسنی همانند بسیاری از شاعر دینی نیازی به این ندارد که بگویند در گذشته وجود داشته است یا نه و ایام محسنی نیز همانند سایر شاعر مورد تایید اصول و مبانی اسلامی است مرجال قدر در ادامه با اشاره به مسئله تاریخی از سیره پیامبر اسلام افزودند حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه سخنانی بر زبان آوردند که امروزه از آن با تعبیر افشاگری یاد می شود ولی با ایشان چنان رفتارهایی شد مرجعیت شیعه فرمودند زمانی که زنان مدینه پس از مجروح شدن آن حضرت به دیدار ایشان آمدند حضرت زهرا سلام الله علیها در پاسخ احوالپرسی پرسی زنان چنین فرمودند صبح کردم در حالی که از دنیای شما می و از مردان شما روی برگردانده هم. این اتفاقات پس از شهادت رسول خدا صلی الله علیه و علی رخ داد و این حقایق باید به جهانیان رسانده شود. ایشان افزودند این جنایات در حق حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در حالی رخ داد که کفار در اسلام به پنج دسته تقسیم شدند و تنها میتوان کافر حربی را آن هم در حال جنگ و در مقام دفاع کشت و هیچ کافر دیگری را نمیتوان کشت این زیبایی اسلام است که باید دنیا بداند معظم الله با اشاره به نزدیک بودن ایام محسنیه ادامه دادند چند روز دیگر وارد شهر مقدس محسنی می شویم و همگان باید همت کنند تا دستورات اسلام از بین رفته را از و طریق احیای شهر محسنی زنده کنند و به جهانیان ارائه نمایند